بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. خداوند بزرگ و منان رو هزاران هزار بار شاکریم که این توفیق رو به ما داد تا در خدمت اهل بیت باشیم و از این زمین مقدس کربلای معلا کنار حرم باصفای امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام مهمون خونه های شما باشیم. بله، با سرزمین عشقی که قرار انشاءالله مباحث ارزشمندی رو در شبهای آینده خدمت شما ارائه بده، مباحثی که ارتباط بسیار زیادی به این ایام هم داره، بحث ولایت. امروز که تولد نهمین اختر تابناک ولایت و امامت حضرت امام محمد جواد علیه السلام بود، بر همه شما مبارک باشه و گوارای وجودتون. 13 رجب هم که انشالله نزدیکه و ولادت تاج سر ما امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام. بله، سرور ولایت مداران، کسی که ولایت او فرض بر تمام عالمیان است و بوده و خواهد بود و بر ولایت اوست که ما زنده ایم. من بیش از این صحبت نمی کنم. کارشناس محترم برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ حسن احمدی کاشانی رو خدمت شما معرفی می کنم و از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت طیبین طاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز عرض سلام دارم. انشاءالله که در جوار آقا سید شهدا علیه السلام در این ایام فرخنده ای که متعلق به مولا الکونین علی ابن ابی طالب علیه السلام بتونیم بعضی از مباحث ولایی رو خدمت همه بینندگان عرضه بده. انشاءالله آقا، انشاءالله ما از خدا میخوایم که توفیق به ما بده و طبق آیه شریفه ای که میفرماد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی، انشاءالله بتونیم این معارف رو خدمت بینندگان ارائه بدیم. فقط قبل از اینکه وارد بحث بشیم، برنامه سرزمین عشق یک رسم مبارک و میمون داره و اون هم این هستش که قبل از شروع و وارد شدن به بحث و بعد از سلام خدمت بینندگان، یک سلام خدمت این دو نور بزرگوار به صورت ایستاده میدیم و بعد انشالله وارد بحث میشیم. اجازه هست ما از زبان شیوای شما این سلام رو انشالله بشنویم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم، السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. صلی الله علیک یا قمر بنی هاشم یا ابوالفضل العباس ابن امیر المؤمنین، صلی الله علی روحک و بدنک صبرت و انت الصادق المصدق، قتل الله من قتلک بالایدی والالسن جميعا ورحمة الله وبركاته. دل سپردم بر بهشت چشم شهلای جواد، دل سپردم بر بهشت چشم شهلای جواد، خیر صد تو باب سروه قد و بالای جواد، دل سپردم بر بهشت چشم شهلای جواد، خیر صد تو باب سروه قد و بالای جواد. بگذری از هر دو عالم، بگذری از هر دو عالم، یک نظر گر بنگری روی زیبا یه جواد و موی زیبا یه جواد، یا جواد ابن رضا لال رخسار خدا، یا جواد.
سپردم بر بهشت چشم شهلای جوان، کی رسد تو باب سر به قد و بالای جوان، با گذری از هر دو عالم یک نظر گر بنگری، روی زیبا یه جواد و موی زیبا یه جواد، هشت و جلد راز صورت افکنم روی زمین، هشت و جلد راز صورت افکنم روی زمین، یک نظر حاجا. همطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، این هفته مزین هستش به میلاد دو نور تابناک، امام جواد و امام علی علیه السلام، که در 13 رجب دو سه روز آینده انشالله هستش. بحث میخوایم انشالله یک بحثی باشه که نه فقط شیعیان استفاده بکنن، تمام مردم دنیا، کسانی که این برنامه رو میبینن بدونن که شیعه به چه معنا شیعه هستش و چه دلیلی داره بر اینکه ولایت امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رو بر تمام ولایت‌های دیگه ترجیح میده و تا پای آخرین قطره خونش هم انشالله پایین داره. عرض میکنم نمیدونم کلام شما رو اینجوری اصلاح کنم، چون ما ولایت دیگه‌ای ظاهراً هیچ گونه شباهتی به ولایت آقایان آفرینش نداریم که بخوایم مقایسه کنیم یا در معیارهایی که خودمون میپردازیم بهش اینها رو در سنجش قرار بدیم. قبل از ورود به اصل بحث، من خیال کردم سلامی که کردیم این سلام رو یک معنای جامعی براش بکنیم که اون هم دقیقا در همین راستای معرفت به ولایته. بله، سلام معانی زیادی داره، اما یه معنای جامع کاملی که بازم در خود زیارت آل یاسین ما میخونیم، السلام علیک به جوامع السلام، دونه دونه سلام ها رو کردی، آخرین سلامی که برای حضرت میگه، میگه سلام به شما میکنم آقای عزیزی که تو گل و محور عالم آفرینشی، به همه سلام ها. خب میدونیم که اگر 100 تا سلام در یه جایی در زیارتی باشه، هر نکته اون سلام در ارتباط با نکته ایست که به دنبال اون اومده، یعنی از اون جهت و از اون ویژگی ما امام معصوم، امام حسین، اهل بیت، امیرالمومنین جواب سلام میکنیم. اما به جوامع السلام چیه که ما در این سلاممون با آقا سید شهدا علیه السلام یاد بدیم به شیعیان اون حضرت، به موالین اون حضرت که سلام میکنین چجوری سلام کنین؟ در زیارت امام عصر علیه السلام داره میفرماد سلام من عرفک به ما عرفک به الله به بعض نعوت کلتی عرفته به ما. آقا من با جوامع سلام به شما سوال سلام کردم، اما جوامع سلام من بعضی از ویژگی های خاص شماست، یعنی اون چه که خدا تو قرآن تو صحف آسمانی آمده همه و همه بعض از اون نعوتیه که اونم خدا نعتک الله به، یعنی همه کتاب های آسمانی رو ببین، تمام قرآن و محتویات قرآن، تمام زیارات و ادعیه، همه ویژگی هایی که بر آقا امام عصر علیه السلام بیان شده، خدا نعتک الله به بعض نعوتک، یعنی صفات شما رو بعضیش رو برشمرده، به همون بیان امام رضا علیه السلام که فرمودن چی؟ آقا علی ابن موسی رضا فرمودن معرفت نمیتونن پیدا کنن علما، بلغا، علما به شأنی از شؤونات شما بعضی از اینا. حالا سلام ما به آقا سید شهدا معناش چیه؟ همه اون ویژگی هایی که یه شأنش هم ما نمیفهمیم. بله. فقط اینو میخوام معنا کنم و بریم تو اصل بحث، و اون اینه، معانی زیادی برای سلام گفتن. یه معنای سلام این است که انسان ارتباطش با یه شخصی، با یه کسی، با خدا، با اولیاء خدا، با سید شهدا علیه السلام دو جوره، یا مثبت یا منفیه.
رابطه اگر مثبت شد، یعنی آقای عزیز، او کسی که من دارم به شما سلام میکنم، من در این رابطه مثبت معتقدم اون چه که شما از اون ویژگی های بلند پایه‌ای که خدا به تو عطا کرده، چون مثبت دیگه، بله. من مقرم، من مزعنم، من تسلیمم. آقا شما چی؟ هر آنچه هستی من نمیشناسم، خضوع فرو معرفت ندارم، چون امر شما صعب و مستصعبه، نه حقتون رو، نه قدرتون رو، نه کنهتون رو نمیشناسم. مقصرم به فرمایش امام صادق هستم، اونجایی که در شأن ارواح مقدسه روح القدس به هم کنم و ما همه شما مقصرید. حالا من اینجا یه سوال دارم، امر شما صعب و مستصعبه در خدمت هم. خواهش میکنم. این که حالا تو بیاناتتون فهمونید که امر اهل بیت علیهم السلام صعب مستصعب هست، یعنی مشکل هست، یعنی نمیشه به اون معنا و مفهومش رسید. خب این دلیلش چی هستش؟ بالاخره ما یک امامانی داریم که اینها هدایتگران بشر هستند. چرا صعب هست، مشکل هست شناختن این ائمه؟ یا اینکه عقل ما نمیرسه، یا اطلاعاتی به ما نرسیده در مورد شناخت این انوار مقدس؟ من عرض میکنم، پاسخ سوالتون رو میدم. من این مطلبی که عرض کردم تمام کنم که حتماً، بینندگان حتماً عزیز به کنه نکته کلام من برسن. و اون مقصودم این بود، رابطه من با سید شهدایی که سلام میکنم بهش، یا رابطه خوبه، از شیعیانشونم، ایمان دارم به حرفاشون، اعتقاد دارم به امامتشون، شیعه اون بزرگوارا هستم، یا رابطه ای هم دارم ادعا میکنم از اهل معرفتم شیعه ام، اونم شیعه که ادعای معرفت میکنم با بیان زیارت جامعه و اون معرفت. خب منی که چنین ادعایی رو دارم، وقتی سلام به آقا میکنم میگم آقا، من اون چه که شما هستی که خدا تو قرآن، تو کتاب‌های آسمانی، به بیان پیغمبر، به بیان اولیاء خدا معرف شما بوده، اونم بعضی از شأن شما رو گفته، من ایمان به همه دارم، تسلیم امر شما. این معنی سلام هست، این معنی سلامه. بنابراین هر چی گفتی هم مطیعم. درست. کلامکم نور، امرکم دوش، وصیتکم تقوا، فعلکم الخیر، عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم، شأنکم الحق و صدق و رفق. آقا من مؤمنم، تموم شد. با این اعتقاد حالا من میخوام وارد بحث ولایی بشیم. من اینو عرض کردم مقدمتا برای ورود در بحث، هلی. که اگر مطالب بلندی رو ما گفتیم به فرمایش شما شد صعب مستصعب، نگه آخ آقا اینا حرفا چیه، اینا غلوه، اینا مطالبیه که نمیشه پذیرفت. نه، ما میگیم آقا این مطالبی که میگیم بر اساس قرآن و سنت محکم روشن، اگر این معانی با عقل واضحی که خدای عزوجل یه هدیه خداست به ما داده تصدیقش باید بکنیم، و وقتی که تصدیق کردیم در معارف و بلند خاندان عصمت و طهارت میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یا تو زیارت جامعه این جملات رو میگیم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی و معدن الرحمه و خزان العلم و منتهى الحلم و اصول الکرم و قادة الامم و اولیاء النعم. وقتی به بعضی از فقراتش میرسیم ای بابا من نمیفهمم، و رحمت الموصوله، خب این رحمتی که وصل به ذات خداست، اگه اینو بگی کفره. یا میفرمایید خزان العلم، ائمه معصومین خازنین علم خدا، علم خدا عین ذات خداست، خازن ائمه، خازن ذات خدا، علیه بالله. و امثال این جملات رو اگه من معرفت پیدا کنم، کلمات اون بزرگوارا رو به اون وجه حقیقیش بشناسم، معرفت به اونها پیدا کنم، اون سلام من میشه معنای سلام. نمیافتم تو خط عرفان بازی های آخر زمونه، نمیافتم تو خط های انحرافی شیخیه و صوفیه و گروه گمراه و فلاسفه و حکما و این ور اون ور نمیرم. حواسم رو جمع میکنم، سلامم رو اونجوری که امام معصومم از من طلب میکنه اونجوری میکنم. پس آقا میخواد بفهمم که امکان این وجود داره که ما به عنوان یک انسانی که در حقیقت چشم به این دنیا باز کردیم و
خب در زمانی هستیم که نه پیامبر هست نه امام حاضر هستش و از دیده هامون غایب و پنهان هستش، میتونیم به اون حالتی برسیم که وقتی به زیارت امام حسین یا هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام میریم عارفاً به حقهم زیارت بکنیم، اونطور که در احادیث گفتن من زار الحسین عارفاً به حقه وجبت له الجنه، یا عارفاً در حضرت به حق از مقوله به تشکیکه، یعنی اینقدر درجات داره که ما به عدد خلق اونم شیعیان ما بگیم مختلفه، لذا درجات پاداش هم مختلفه. خب ببینیم آخرش میتونیم ما برسیم به معرفت اهل بیت؟ ابدا نمیتوان رسید به اون معرفت، فهمودن خودمون نحتملو نحنو نحتملو. حالا ما توی مباحث فرعی افتادیم، من بنا داشتم که مطالب بلند معرفتی رو در اینجا مطرح کنیم و بعضی از اون معارف اینا رو خب شاید جوانها عزیزان ما شیعیان ما در همه جای مطالب و بلد باشن و چیز سنگینی نباشه، فقط من یه آیه رو اجازه بدید اینم چون بحث سلام شد من یه آیه رو ترجمه میکنم که بدانن دوستان امیرالمومنین پشتوانه شون قرآنه. قرآن میگه وقتی سلام میکنی تو زیارت حضرت میخونیم اشهد و انکم، شهادت میدم شما تسمعون کلامی تردون سلامی. من اینو میخوام با آیه قرآن بگم اینجوریه که اگه ما سلام کردیم بدونی آقا سید و شهدا جواب سلام میده. قرآن میفرماید اذا جاء الذین یؤمنون به آیاتنا، پیغمبر خطاب به پیغمبره، اگر آمدن تو را اونهایی که ایمان دارن به آیات ما، جا اکه خطاب به پیغمبره با آیه مباهله که انفسنا و انفسکم گفت، امیر المؤمنین نفس رسول، امام حسین هم نفس رسوله، سلام به پیغمبر با امام حسین فرقی نداره. اذا جا اکه امام حسین آقا وقتی آمدن تو را کیا؟ اونهایی که یؤمنون به آیاتنا، ایمان به آیات ما دارن. آیات الهی چیه؟ و امیر المؤمنین فرمود مال الله آیتون یه اکبر و منی، خدا آیه بزرگتر از من نداره. اگه عقل من یه آیه منه، اگه خورشید و ماه و ستاره و آسمون آیات الهی هستن، بالاترین آیه الهی که تو سوره عم می فرمود عم یتساءلون عن النبأ العظیم، بالاترین آیه امیر المؤمنین امام حسین سلام الله، معجزه پیغمبر به نص قرآن که قرآن اونجایی که می فرمود راجب این که بر بینه تو شاهد قرار دادیم، معجزه و بینه شدن شاهد شدن به خود قرآن. وقتی آمدن تو پیش تو اونهایی که ایمان دارن، فرق ایمان اسلام اینه که مؤمن کسیه که ایمان به ولایت داشته باشه. وقتی آمدن پیش تو اونهایی که ایمان به ولایت دارن، فقل سلام علیکم، به اونها بگو سلام علیکم، خدا داره به پیغمبرش خطاب میکنه، به امام حسین خطاب میکنن، فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه، خدا یه چیزی به ضرر خودش نوشته. قاعده حکمت الهی اینه هر کی گناه بکنه مؤاخذش کنه، اما خدا اینجا یه چیزی بر علیه خودش نوشته، کتب ربکم علی نفسه رب. چی نوشته؟ انه من جاء منکم سوءا بجهاله، اگه یه کسی اومد در خونه امام حسین گناهکاره، خب ما هم خطا داریم، بله. معصوم که نیستیم، معصوم 14 تاست، بله. اگر کسی در خانه امام حسین آمد من جاء منکم سوءا، اونم بدی آورد، به جهالت یه کار بدی کرده بود، ثم تاب من بعدی، اومد در خونه امام حسین گفت آقا شما شفیع من شو، خدا منو ببخشه، فانه غفور رحیم، پس امام حسین جواب سلام رو میده، در خانه سید شهدا، در خانه خداست، هر کی اومد اینجا سلام کرد امام حسین عنایت بهش میکنه به حسب ظرف افراد خلاصه، اما تحمل اون واقعیت و معارف ابدا، یعنی حقیقت معارف اهل بیت همون میخوام بگم، حقیقت معارف اهل بیت، حقیقت ذات این انوار مطهر در حقیقت قابل کشف و استکشاف نیست برای بشر ابدا، چون که در حدیثی از پیامبر اکرم هم میفرماید که یا علی ما عرفک الا الله و انا و ما عرفنی الا الله و انت، و به همین ترتیب عرض بکنم ما با ادلهش کار نداشته باشین، اجازه بدید وارد اصل بحث بشیم و با منطق و برهان واقعی عقلی واضح بگیم آره همین جوره، بسیار بلکه تا جایی که امکان داره از روایات و آیات ما بتونیم ببینیم تا حداقل تا چه حد میتونیم معرفت پیدا بکنیم، حتی اگر به اندازه سر سوزنی باشه، بله معرفت که بله میتونیم، معرفت باید پیدا کنیم. آقا ما خدا رو نباید بشناسیم؟
چرا باید بشه؟ قطعاً ما معرفت به خدا نداشته باشیم عبادت کی رو می‌خوایم بکنیم؟ اصول دینمونه، باید خدا رو بشناسیم. باید خدا رو بشناسیم. ما که شیخ مذهب مسلک نیستیم که بگیم خدا دو ذات داره، یه ذات داره که اصلا نه اسم داره نه وصف داره نه توصیف میشه، اسم و رسم هم نداره، هیچ کی بهش نمیرسه. وقتی به اون رسید یه ذات حادث هم داره. ذات حادثش کیه؟ میگه امیرالمؤمنین، اول ما خلقه. تو اینو بشناسی، خدا رو شناختی. خب ما میگیم تو تعطیل ذات کردی، خدا رو نشناسم پس من عبادت کی رو کنم؟ الله اکبر برای کی بگم؟ ما که اینجوری نیستیم. به. از یه طرفی هم خدا رو که مخلوق نمیدونیم، نمیگیم مخلوقات شعاع، اونن جلوه، اونن فروغ، اونن تابش، اونن قطر و دریان و حرفای فلاسفه و عرفا رو بزنیم که بیایم بگیم آقا اینا تجلیات ذات ربن و او وجود مطلقه و اینا وجود مقیدن و به. اگر دست از انیتت انانیتت برداری محو درو بشی، فانی در ذات بشی و نمیبینی مگر کفر هستش الله تعالی. فعضا شهدنه حرفای مزخرف این عرفا و صوفیه و فلاسفه است که میگن فعضا شهدناه و شهدناه، او رو میشه ما شهودش میکنیم. بله. غیر او در داره. بله. مثل قطره و دریا میمونه و مثل شعاع خورشید نصف. این حرف هم که باطله. بله. ما باید خدای عز و جل لیرا که احدی و ذات و المعنا هست، علمون کلوه، قدرتون کلوه، حیاتون کلوه، ازلیه ابدیه، که غیریت او با همه خلق مسلمه، بینونت و ذاتی داره با همه خلق، ما این خدا رو عبادت میکنیم. به. اون خدایی که البته به ادراک عقل و وهم و فکر احدی در نمیاد، تعریف و توصیفش نمیشه بکنیم، بندگی این خدا رو. این کلاس درس توحید ماست. شیعیان امیرالمومنین، کلاس درس توحید ما در نماز خوندن اینه، در توحید عبادت اینه که ما فقط خدا رو باید عبادت کنیم. خدا رو عبادت میکنیم به این حد که او رو از تعطیل خارج میکنیم و او رو از هر گونه تشبیه به مخلوق هم تنزیهش میکنیم. یعنی چه از تعطیل خارج میکنیم؟ یعنی این که میگیم خدا هست، یعنی معطلش نمیذاریم، خدا داریم ما. مثل شیخیه نمیشیم ذات حادث رو بخونیم، بذاریم کنار، بگیم خدا کار نداره. یهودی ها میگفتن ید الله مقلوله، دست خدا بسته شد رفت کنار. ما میگیم کل یوم هو فی شأن به نص قرآن. خدا هر رو میآفرینه، هر رو میمیرونه. این ما اعتقادمون به خدایی که الان قیوم و محیط بر همه خلقه، با فعلش داره تو عالم آفرینش با اسرائیل داره میمونه. الله یتوفى الانفس حین موتها، اما اولا نسبت به امنایش میده که قل یتوفى ملک الموت الذی وکل بکن. بنابراین این توحید، کلاس توحید ما اینو با توجه به اینکه این حقیقتی که ذاتش علم کل و قدرت کل و حیات کل و علم قدرت حیات، ما این خدا رو عبادت میکنیم. هیچ گونه تصوری هم به ادراک عقل نسبت به او، نه پیغمبر داره نه ما داریم. یعنی با توجه که برای خداوند، برای ذات خداوند علم در نظر میگیریم، برای ذات خداوند نظر نمیگیریم، هیچ گونه تصور و ادراک ازش نداریم. همون میخوام اینو من خدمت عرض کنم، عبارت صحیح بشه که میخوام بگم که خداوند علم خدا عین ذات خداست. حالا اینطوری من بذارید بگم، با توجه به اینکه میگیم علم خدا عین ذات خداست، قدرت خدا عین ذات خداست، ولیکن هیچ شبیه و مانندی نداره در خلق، و در حقیقت این ذات خدا رو که تماما علم هست، قدرت هست، قابل تفکیک و جداپذیر از همدیگه هم نیست، ما این معرفت و این معنا رو به یک حالت فطری، به یک حالت درونی احساسش میکنیم و اون رو عبادت میکنیم. این به این صورت نقل میکنه چون اون احدی و ذات و المعناست، یعنی معانی هم برایش نیست، نمیتونیم تعریف بکنیم. نه هر گونه معنا در علم و قدرت و حیات هم تصور کنیم، بخوایم ادراک کنیم، ذات خدا رو تصور کردیم. لذا خدای عزوجل در این احدی و ذات و المعنا هم قطعا اینجوره، هیچ گونه مفهوم عقلی تصوری از ذات نداریم. مثلا ما واقع فهمات کل ما میستم و با اوها مکن فی عدق در معنا و اوها مخلوقون الیکم مستکم مردودون الیکم، اونجا این معنای این توحید ماست. به این خاطر که عقل انسان نمیتونه احاطه پیدا بکنه، اجازه بده عقل ما به خود عقلمون احاطه نداره، چه رسه به خود به ذات پروردگار احاطه پیدا کنه. ما معتقدیم که ذات همه معصومین هم میگیم به کنهشون نمیرسیم. حالا عرض میکنم این اصلا بنای ما این است که این معنا رو بگیم، ما ولایت رو بگیم نمیفهمیم. اگر میگیم خدا ولایت دارد،
ولایت خدا یعنی قیومیت، سلطنت، قهاریت. این ولایت، این سلطنت تو کی میفهمه یعنی چی؟ این ذات خداست، خدا قیومه، همونجور که عالمه. معلومی هم در کار نیستی چون نیست تعیون بدیم علم خدا رو به معلومات و مخلوقات. نه، معلومی هم نیست، مخلوقی هم نیست، خدا عالمه، عالمه به ذات، معلومی هم نیست. خدا ولی همه خلق است، هیچ مخلوقی هم در کار نیست. والله علی هم نیست. عالم هستش قبل از اینکه هیچ مخلوقی باشه. بله. قبل از اینکه هیچ معلومی باشه خدا عالم است. به این نظام، به مثل این نظام، به ضد این نظام، الا ما لا یتناها. شکی در نیست. این نظام را آفریده. حالا سخن در اینه. خدا ولی است. ولی یه بر همه خلق است. خب این معنی ولی یعنی چی؟ مثل علم نمیفهمیم چون این ذات حضرت حق یعنی آقایی، یعنی سلطان بودن، یعنی قیومیت، یعنی اختیار. یعنی اختیار این اختیاری که خدا داره چی میفهمه یعنی چی؟ هیچ گونه نیست. حالا ما بیان بگیم انما ولیکم الله و رسوله، با یه واو عاطفه ولایت پیغمبر عد کنیم به ولایت خدا. پیغمبر هم ولایت داره، بگیم این ولایت شرایط خداست، ولی شما خداست و پیغمبر است، یعنی همون ولایت خدا رو داره، یعنی این ذات خداست، که کفره، اصلا غلطه، درست نیست. پس ما باید این معنای ولایت رو بکنیم. این معنای ولایت پیغمبری رو که به اینم به کنهش نمیرسیم معنا کنیم، یکی یکی این فرازها معناهای صحیح خودش رو پیدا کنه، چون تضاد و تعارض با توحید پیدا نکنه. بله. اون توحیدی که گفتیم باید اون توحیدش خدا رو تنزیه کنیم. احسن. از هر گونه تشبیه، حتی به پیغمبر. احسن. پیغمبر که خدا نیست. احسن. که عبدالله بنده ای از بنده ولایتش ولایت خدا هست. مثل اینکه میگه ملک الموت جان خلق رو میگیره، خدا میگه من گرفتم. این معناش درسته. بله. وقتی امیرالمومنین میگه ولایتی ولایت الله، معناش درسته، ولایت من ولایت خداست، اما نه اینکه اونجوری که خدا به ذاتش داره. فرق باید گذاشت. اولا خدای عزوجل هر چه داره به ذاتش داره، اما همه خلق هر چه دارن از خدا دارن، بالاستقلال ندارن. بله. محمد و آل محمد علیه السلام هم هر چه دارن از خدا دارن، بالاستقلال ندارن. این معنا درست، ولی میخوایم حالا اینو بهش برسیم، معنا کنیم، باز کنیم آفرینشو، مبدع آفرینشو، تا ببینیم از کجا باید بیان بکنیم. خلاصه این مقام، این مقامی که میخوایم در مقام ولایت برای حضرات معصومین بگیم و بگیم صعب، مستصعب، احدی از خلق بهش نمیرسه. خدای عزوجل اول چیزی رو که اراده کرد بیافرینه، مبدع آفرینش خدا با خواست خودش شروع کرد. خواست خدا فعل خداست، همون جوری که اسم خدا، وصف خدا تو دایره ارتباطات، تمام اسامی که از هزار اسم خدای عزوجل برای خودش فرموده، این اسمها، وصفها خلق خداست، فعل خداست، و فعل خدا غیر خداست، خدا نیست. خواست خدا فعل خداست. خب خدای عزوجل با فعلش خلق رو شروع کرد. اول فعل خدا نور بود. امام رضا می‌فرماید تو روایات مشیت هم فراوانه، مشیت خدا فرمود ایجاد خداست، خواست خدا ایجاد خداست، خواست خدا احداث خداست، یعنی آفریدن خداست. خدای عزوجل اول چیزی رو که ایجاد کرد که بهش گفت اون مشیت منه، خواست منه، اراده منه، ایجاده، اون چیه؟ اون نور اوله. خدای عزوجل با نور اول خلق رو شروع کرد. کدوم نور؟ اون نوری که در زیارت جامعه میخوانیم و تمام نوره، یک نور کامل تمام آفرید که امام رضا فرمود و نور فی حاضر موضع اول و فعل الله. آجا یه لحظه من اینجا چند تا سوال بپرسم که خود بحث کامل واضح بشه. اول شما میفرمایید اولین خلقت خدا من، یعنی یک اولینی رو دارید شما مشخص میکنید، یعنی یک زمانی رو دارید مشخص میکنید. زمان اونجا در کار نیست، مکان نیست، هیچ خلقی به هیچ گونه ابدا موقعیت و موضوعیت نداشته. یعنی نه زمان، قبل نه از زمان هم هست، قبل از همه چیزه، هیچ چیز به هیچ گونه واقعیت نداشت. خب خلق جسمانی هست یا خلق روحانی؟ نه جسم هست نه روح هست، سخن از نوره، اون نوری که حتی به کنه اون نور هم نمیرسیم. ما میگیم خدا نوری و ذاته، اما از ذات خودش تشعشع نکرده که این خلق اول بشه شعاع اون،
علت و معلول هم نبوده که ابدا تخلف از هم نداشته باشه، خدا مجبور باشه بیافرینه. مشکل علت و معلول چیه؟ سنخیت. اگه بنا شد علت و معلول بشه، معلول میشه سنخ علت، اونم علت نه به معنی سبب که تو کتابا بنویسن، علتی که میگویند علت، یعنی نمیشود علت باشه معلول دنبالش نباشه. نمیشه معلولی باشه و مخلوقی باشه بدون علت، اونم علت او تامه است. وقتی علت تامه شد تخلف نداره. وقتی تخلف رضا جوونا عزیزان من، تو کتابای دانشگاهی ها و مدارس اگه صحبت از علت و معلوله، اساسش باطل علیت و معلولیت از ذات حضرت حق. چرا؟ چون لازمش این است که مخلوق سنخ ذات حق باشه. اینه که حرفای عرفان بازی و دکون با میشه، اینه که میگه آقا جون تو انیتتو کنار بذار فانیه در ذات حق میشی، اینا کفره. اگر سنخیت نبود چرا سه بگه عین او میشی که بگه فرعون عین خداست؟ یه حرفا کفره. اینا مزخرفات ابن عربی و دشمنان اهل بیت، اون صوفی بهت و اون سنی از نواده های ابوبکر ابن ابی قحافه. این حرفا حرفای غلط و باطل عرفان بازی های دکونای امروزه که جوانای مردم رو گمراه کردن، در این مسیرها قرار دادن. ابدا سنخیت با ذات حضرت حق جل و علا نداره. سنخ اونیه مخلوق، مخلوق که خدا نمیشه که. چون یعنی میخواد بگه که علت و معلول اگر یک خالقی هست باید حتما یک مخلوقی هم داشته باشه. این حضرت که یعنی انفکاک نداره اگه مخلوق علت شد، یعنی ازلی میدونه بعدش، درسته؟ بله بله، میگه ایرادش اینجا ابدیه. آره دیگه، چون شعاع اونه، جلوه اونه، تجلیات اونه، فروغ اونه. این مطالب باطله. این حرفا اصلا در فرمایشات امیرالمومنین نیست. امیرالمومنین فرمود، امام صادق فرمود کنه و تفریق بین او بین خلقه. کنه خدا با خلق یکی نیست. درست. اونها هم به اینجا که مثلا میگن کنه خدا یکی نیست، اما خدا وجوده، مخلوق هم وجوده، میرسن سر مفهوم وجود، میگن اون مفهوم اون وجود خدا داره، خدا هست، مخلوق هم هست، او هستیش مطلقه، این هستیش مقیده، این هستی همون هستیه. اگه غیر اینا بگیم تعطیل ذات کردیم. چرا؟ چون یه معنای دیگه باید بگیم. آقا ما میگیم بله در همین هستی هم خدا با خلق یکی نیست. چرا؟ چون ما تنزیه تشبیهش کنیم، میگیم آقا منزه است تشبیه به مخلوق خدا. از همه لحاظ خداوند عز و جل غیر قابل تشبیه و غیر قابل توصیف هست. حتی اگر میگیم خدا هست، این هستی جدای هستی. چرا؟ چون اگه این هستی مقابل نیستی باشه، صفت ضد، اثبات صفت ضد برای خدا کردن درست نیست. امیرالمومنین فرمود به مزادتی بین الاشعار فلا ضد داره. خدا که صفت ضد نداره. شما میگید هست مقابل نیست، شما میگید هست وجود مقابل ماهیت. امیرالمومنین علی ابن ابی طالب فرمایشی دارن، حالا خیلی مفهوم این کلام در حقیقت خیلی خوب خلاصه بگم، میگه خدا یکیه که دو نداره. یعنی حتی که بگی یکی که با دو بخوای بعد از یک دو رو تصور بکنی، لذا ما میگیم متناهی غیر متناهی هم غلطه. غلطه. وقتی میگه هستی نامتناهی یا هستی با قید نامتناهی، مرکبش کردی خدا رو. اگه بگه هستی نامتناهی بدون ترکیب یا حقیقت، اینم غلطه. چرا؟ چون اون نامتناهی وصف این متناهیه که میره نامتناهی میشه، ولی نامتناهی خدا. اما نامتناهی که از تنزیه از تشبیهش بکنیم، بله خدا حد نداره، اندازه نداره. همونجوری که میگه علمی است که جهل نداره، نه اثبات کنی که علمی که مقابل صفت ضد وجود داره اصلا که نه نه علمی که جهل در اونجا راه نداره، معناش اینه علمیه که در اونجا راه نداره مقابل جهل، صفت ضد نداره. خلاصه این توحید ماست. متاسفانه ما در معارفمون، نه تنها در معرفت اهل بیت میلنگیم، مبدأ حسنی ما که خداست و با مبدأ معرفت ما که خدای عز و جله، معرفت به مبدأ ما خرابه. با تأمل زیادی تو این قضیه داشته باشیم. حاجی اجازه میفرمایید یک ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم و اجازه بدیم که بینندگان محترم یک مقدار راجع به این مفاهیمی که بیان فرمایید تأملی بکنن، دوباره به بحث برگردیم. اجازه است؟ خب بینندگان عزیز یک ذکر صلوات رو با هم بفرستیم و دوباره به بحث برگردیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. احسن. زره رسید دل برم مولا علی اصغرم، زره رسید دل برم مولا علی اصغرم، نام من و نشان من، روح من و روان من، مولا علی اصغرم، در دل نمود
عشق علی اصغر دل می برد ز عالم این دل رو بای دل بر دستان کوچک او گره گشای دنیاست یک گوشه نگاهش بالاتر از مسیح هست مونس و یارم آمده چاره کارم آمده مونس و یارم آمده چاره کارم آمده شش ماهه ناز حسین ای روح پرواز حسین مولا علی اصغرم به ره رسید دل برم مولا علی اصغرم به ره رسید دل برم مولا علی اصغرم نام من و نشان من روح من و روان من مولا علی اصغرم. خب حاج آقا بحث شیرین ولی سنگینیه، یعنی این رو از اینجا من خدمتتون عرض بکنم، فقط یک مقدار هم هوای ما رو داشته باشید هم هوای بینندگان عزیز رو داشته باشید. ما می‌خوایم اصل بحث توحید رو روشن کنیم. ما باید ایمان داشته باشیم که حضرت حق جل و علا ابدا منزه از همه چیز نیست، سنخیت با مخلوق نداره، این مسلمه، ما اونو بندگی کنیم که تموم. حالا خدا اراده کرده خواست اونم مثل خواست ما نیست، چه خواست ما باید مراحل رو طی کنیم تا مرحله عمل برسه. ابدا اون خواستش یعنی همون فعلش ده. یعنی همونی که خدای عزوجل آفرید خواستشه. خواستش چی بود؟ اون نور تمام و کمالیه که خدای عزوجل اراده کرده او رو آفریده. پس شما فهمید در ابتدای خلقت، حالا اگر این ابتدا هم ابتدای زمانی در نظر نگیریم، اولین خلقی که خداوند عزوجل خلق فرمود یک نوری بود که حالا میخوایم در مورد اون نور صحبت بکنیم اگر اشتباه نکنم، درسته؟ بله. از میکنم این نور اولا مقایسه با هیچ خلق نمیشه، چون مثل اعلای الهیه. الله المثل الاعلا تو دو جای قرآن فرمود و هو العزیز الحکیم. الله المثل الاعلا فی السماوات و هو العزیز الحکیم. این مثل اعلای الهیه که امام صادق ذیلش میفرماید الذي لا يتوهم ولا يوسف فذلك المثل الاعلى. این ابدا نه توهم میشه نه توصیف میشه، مثلا اعلا یعنی خلقتی هستش، مخلوقی هستش که اصلا قابل تصور نیست. مثلا اون آیه نور نمیفهمون، الله نور السماوات والارض مثل نوری، مثل فعل خداست فعل خداست، مثل اعلای الهی است که این شده نمونه آفرینش خلق، مبدأ آفرینش شده. این مثل بلند پایه الهی است که خدای عزوجل خودش رو با اون به خلق معرفی فرموده، محجوب بوده، هیچ راهی نداشته، با فعلش خودش رو خدا میخواد نشان بده و اونو کرده مثل اعلی. نه اونم توهم نمیشه، توصیف نمیشه. چرا؟ چون به کنهش احدی از خلق خلقی نبوده که احاطه به او پیدا کنه تا بخواد مورد توجه قرار بگیره. چنین میشه خواست خدا یک، مثل اعلی حقیقت قرآن، چون امام رضا اونجا میفهمد و نور فی هذا الموضع اول فعل الله. بینندگان عزیز این نور نور مادی نیست. بله. این نور مثل نور عقل نیست، مثل نور قرآن نیست، اینا اصلا شباهت حتی به این انوار هم نداره، نور باطنی هم نیست، فقط عنوان کردن نوره. خب این چه نوریه؟ نور منحصر به فرد نور الله نور و خدا رو میفهمیم؟ خدا نور و سماوات بل از این چی؟ یعنی چی نمیفهمیم؟ امام معصوم فرمود یعنی حادث سماوات بل از هدایت کننده آسمان. نور اونجا رو چطور تصور نداریم، ادراک نداریم، احاطه نداریم، تعریف نمیشه، فقط خدا رو متصف به وصف نوری و ذات میکنیم. اینجا هم خدا اول مخلوق آفریده چیه؟ نوره. میفرماید والمفعول به ذالک الفعل هی حروف نورانیه، مبدع حروف نورانیه ای که خدا میخواد حقیقت قرآن رو نازل کنه و نور الذی انزلنا، خود قرآن میگه اون حقیقت قرآنه. اینم بچه بعد این مسئله اعلای الهیه، این نور وجه خداست که میفرماد ولی بله میفرماید که این وجه اللهه
میفرماد این جلال الله و کرامته هست که الذی اکرمتنا به. این جلال، نور جلال عظمت خداست. اسم این نور رو گذاشتن نور عظمت. خیلی از مخلوقات خدا عظیمه، اعظمه. رضا گاهی تو دعای اسماء الحسنا میخونیم اللهم انی اسالک باسمک الاعظم الاعظم الاعظم، چند بار این اعظم رو تکرار میکنه، اونم اعظم میگه. ما در اینجا لازمه یه تذکری هم بدم، دعای سحری که در عرض میکنم ماه رمضان میخونیم، اونجا همش ذکر این داره که اللهم انی اسالک مثلا به نور که به انوره، یا داره به اسم که به اعظمه ها، یا یکی یکی اینا رو برم. این خدا که شدت و ضعف نداره، صفاتش که این ذاتشه. درست. پس این صفاتی که شدت و ضعف داره مالی کیه؟ و اگه برای خدا بخوام معنا کنیم چگونه باید معنا کنیم؟ و برای مخلوق هم بخوام معنا کنیم؟ نه، خدا رو داریم میخونیم اونجا تو اون دعام. تو اون دعام واژه هاش این است که ما داریم خدا رو میخونیم. خوب. اما آیا خدا صفات افعال و تفضیلی شدت و ضعف میگیره خدا؟ ابدا. بله. راه در اونجا نداره. پس اونجا رو باید به معنای خودش معنا کنیم. و اگه میخوایم برای خلق معنا کنیم، به معنای خودش معنا کنیم. پس بنابراین معارف الهی در توحید معانی بلندی داره که اونجا که ما میگیم، یعنی اونجا خدای عزوجل رو از هر گونه شباهت به خلق تنزیه میکنیم. با سبحان الله همیشه سبحان الله رو میگیم که خدا رو از هر چی که خلق داره تنزیهش کنیم. در اون صفات هم خدا رو تنزیه حتی در بحث افضل و تفضیل هم ابدا وارد نمیشه. حتی وقتی میگیم الله اکبر به این معنا نیست، اکبر هم امام صادق بیان میفرماد سبحان ربی الاعلا رو معنا میکنیم. معنامون اینه، برای صحیحه میگه الله اکبر، اومده خدمت حضرت عزت فرمود الله اکبر این چی؟ گفت یعنی اکبر، اکبر از همه خلق. حضرت فرمود که تو که اینجا شبیه کردی خدا رو با خلق. خدا اکبره، اکبر من ان یوسف، این تنزیهش کن در همون اکبر بودن، تشبیهش نکن به مخلوق. سبحان ربی الاعلا و به حمدرم همینو بگو. ما این مفاهیم اولیه یکتاپرستی خدا رو نفهمیدیم، یعنی باید معنا کنیم. وقت بعد اگر خواستیم معنایی برای نور اول و خلق اول بکنیم. لذا خدای اعلام یعنی همین، تنزیه کن از تشبیه. خدا اعلاست از همه چیز، علوش هم هیچ تصور و ادراکی از ذات حق نداریم، ولی میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمد. برتر از توصیف با دیگران نه، تشبیه با دیگران هرگز. خدا اعلاست از این که بخواد تشبیه با خلق بشه. چنین ولایتی رو کسی تحملشو نداره اولا، چون اون اول فقط میدونه چی بود، احدی نمیتونه مقایسه همیش که باشه، نمیشه. هیچ کی هم اعطاء به دیگری هم نشده. حالا عرض میکنیم همین نوری که خلق شد، همون اول خلق و خدا آفرید، اسمای مختلفی براش گذاشته، تو روایات ما هست. یکی از اون هر اسما ولایت. یعنی حاج آقا حالا من بخوام یه در حقیقت مختصری بیان بکنم، اولین خلق خداوند عزوجل نوری بود که به او خداوند همه چیز بر اساس قدرت خودش اعطا کرد. حالا یه صحبت اینجا هست، خدا هر چی داره به ذاتش داره. این سوال پاسخ سوال شما اینه، قابل توجه و اونه که خب این نور اول همه رو از ذات خودش داره. نه. با توجه به این که تو زیارت جامعه میخونیم و تمام نوره، یا در دعای عرفه میخونیم کتاب الجامع به نور الکامل. بله. تو روایات ما هست این اسم مخزون مکنون الهی است. بله، با توجه میبینیم میگیم نه، خدا اگر نور آفریده لازمه ذات این نور اینه که همه کمالات رو داشته باشه، اما عینش نیست. بله، عینش نیست و گرفته شده از خدا نیست. خدا آفریده اینو، ایجاد کرده، احداث کرده، خواستشه، فعلشه، آفریده، اما همه چی هم بهش داده. بهش داده. هر وقت هم بخواد این رحمت واسعه خداست. هر وقت هم بخواد اسمشو گذاشته اینو رحمت. بسیار. اسم اینو گذاشته رحمت. تو آیات روایات پره. حالا میگیم این رحمت ولایته یعنی چی؟ دونه دونه این واژه‌ها تو قرآن تو سنت محکم آمده. هر کدوم از اینا رو بخوایم باید آیات و قرآن و روایات. خب پس این شد نور اول که خداوند خلق کرد و به صورت کامل هم خلق کرد. نور کامل است که لازمه این که نور کامل همه چیزها رو خدا بهش عطا کرده. این مبدا آفرینش شد. خدا اینو فرمود خلق الله المشیه بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. این خواست خدا بود، فعل خدا بود، خدا اینو خواست و آفرید. خدا مشیت رو هم خلق کرد و به انسان در این نور قرار داد. این یک حقیقتی است که خدای عزوجل آفریده، اسمشو گذاشته ولایت، حقیقت قرآن، اسمشو گذاشته نور مشیت، اسمشو مسئله اعلای الهی، او کلمه تامات الهی است.
اون حقیقتی است که ابدا اونم نمیشه توصیفش کنی، به کنش احدی نمیتونه برسه. درست. لذا اگر فرمودن امر ما صعب مستصعبه، حدیث ما امر ما ولایت ما صعب مستصعب، لا هیچ کی نمیتونه تحمل کنه. لا یحتمله ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا مؤمن ممتحن، احدی دسترسی به این نداره، به جهت اینکه در بلندای معرفت قرار داره، احدی به اونجا نمیرسه، کسی نمیتونه اونو بفهمه. وقتی کسی دستش به اونجا نرسید، فهمیدن کی میتونه فهمود؟ نحن نحتمله، چون حقیقت خود پیغمبر و اهل بیت. حالا چطور با این بیان کرد؟ بله. پس از اینکه خدای عزوجل این نور را آفرید، این نور بود، دائما در حال بندگی حضرت حق بود، تا این که دهر داهرین گذشت. دهر فوق زمانه، فوق ملکوت و ملک و ملکوته، هنوز نه زمانی بود نه مکانی بود نه بهشتی بود نه جهنمی بود، هیچ چیز به هیچ گونه واقعیتی نداشت. خدای عزوجل با امتحان و اختبار او قابلیت اینو داد که اینو رو آزمایش کرد، انوار مقدسه محمد، آل محمد علیه الصلاه و السلام رو آفرید. اون بزرگوارها بله به صورت مشخص نور پیغمبر از اون امیرالمؤمنین یکایک حضرات معصومین حضرت زهرا رو 14 نور پاکیزه رو آفرید. اون وقت خلقی رو که میخواست بعدن بیافرینه با نظر شفقت با اون نگریست، با نگاه به فاضل انوار مقدسه عرش خدا آفرید. عرشی که رکن داره، 4 رکن داره مثل کعبه، اونم کجا؟ هنوز جا نبود، مکان نبود، با خود عرش مکان رو درست کرد، خود عرش شد مکان. اما ارکانی داره که همه از نورن و انوار مقدسه‌ای که روزگاران مشغول تسبیح و تقدیس و تحلیل و تمجید خدا بودن، خدای عزوجل محمد و آل محمد رو از زیادی از اون نور عظمتش آفرید، اینها رو معین کرد، مشخص کرد، این انوار مقدسه رو جا داد. بعد از آزمایش عرش، این بزرگواران کنار عرش، حول عرش، قدام عرش، یمین عرش، یسار عرش، راست عرش، چپ عرش، پشت عرش، جلوی عرش شد امام، امام عرش شدن، پشت دور تا دور عرش مشغول تسبیح خدا شدن. به حقیقت انوار مقدسه اصلشون اون نور عظمت خداست، خداوند است که اولین مخلوق خدا بود، اول مخلوق خدا که مورد توجه خدا بود، غرض خدا بود از آفرینش، اون مقصود آفرینش اون بود که اسمش رو می‌ذاریم نور ولایت. حالا میگیم ولایت به چه دلیل؟ روایات ولایت رو عرض میکنیم تا معنای ولایت خدا و جایگاه ولایت امیرالمؤمنین رو بشناسیم، تا اگه گفتیم از خود امیرالمؤمنین هم پیمان ولایت گرفته شد یعنی چی؟ چون اهم در تمام دایره آفرینش از جسم و روح و نور و از همه این بزرگوارها پیمان ولایت و آقایی گرفته شده. این بزرگوارها به حسب زیارت جامعه فعظمتم جلال الله، عظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه و عدمتم ذکره، تو تمام دایره آفرینش اینا عظمتم جلاله، نور جلال عظمت خدا رو بزرگ داشتن، یعنی خدا رو بزرگ داشتن، چون اون مسئله اعلای الهیه، خدا خودش خواسته نشان بده. میگه این غرض آفرینش منه، این رحمت واسعه منه که از این مجرا میخوام همه خلقم رو به اون رحمت واسعه برسونم، انگیزه آفرینش من اونه. من که نمیتونم با خلق معاشر بشم، من که نمیتونم تنزل کنم، ما که عام سنی نیستیم که بگیم خدا میاد بالا پشت بود مساجد نستجیر و بلا، خدای عزوجل از مجرای نور عظمتش اول عنایتی که کرده به انوار مقدسه محمد و آل محمد کرده و اینها رو از صفای اون نور، از ضیاء اون نور آفریده. اگر تو روایات هم داریم ما نسبت به خدا مثل اینجوری داریم که ما مثل شعاع خورشید به خورشیدیم، یعنی ما ائمه معصومین در این مرحله نازله ما نسبت به نور عظمت مثل شعاع خورشید به خورشیدیم، نه از ذات حضرت حق و حرفای شبهه اصلا و ابدا راهی به ذات خدا راه به ذات نداریم. اول فعل خدا، ما در مرتبه تعین و تشخص که صورت گرفتیم، ماده نوری گرفتیم، خدای عزوجل ما را آفرید، ما شدیم جایگاه رحمت
که موصول به نور عظمتی. یعنی حاج آقا در اون زمانی که حالا بازم شاید آوردن کلمه زمان شاید درست نباشه، ولی نه درست نیست. درست نیست بله، چون زمانی نیست، چون زمانی وجود نداشته. دقیقاً همینطور مکان ابدا وقتی که خدا آسمان و زمین ها رو به پاداش بهشت رو خواست بیافرینه، مخلوقات نورانی دور عرش رو خواست بیافرینه، اون وقت مکان و زمان رو با عرش درست کرد. یعنی اون لحظه ای که در حقیقت این انوار مقدس 14 معصوم علیهم السلام خلق شد از نور عظمت و جلال خداوند، نه پیامبری بود، نه عرشی بود، نه کرسی بود، نه قلمی بود، نه ملائکه‌ای بود، واقعیتی نداشت. اون وقت حالا با توجه به نظر شفقتی که خدا به نور عظمت کرد، اینا پیدا شدن. این خاندان عصمت و طهارت نسبت به اون حقیقت نور جلال عظمت مثل شعاع خوشی بخوشتن. حالا اگه فرمودن ما خزان علمیم، ما معین شده و حتما دلیلی هم داره که من انشاءالله دوست دارم تو این برنامه شب آینده در مورد دلیل اینکه این خلقت به این صورت شکل گرفته، یه حدیثی رو میخونم انشاءالله. این تیمونن و تبرکن بنده عرض میکنم، رساله هایی نوشته شده از بزرگان شیعه، از محدثین شیعه، رساله های نور الانوار، قریبه به 40 حدیث در اخبار نورانیت ما مسلم داریم. در این 40 حدیث همه به این مضمونه. برید محققین، دانشپژوهان، محققین، علما، بزرگان، برید نگاه کنید طلاب عزیز، در این 40 حدیث همه سخن این است که خدای عزوجل گرداگرد عرش انوار ما رو آفرید و ما در اونجا تسبیح خدا رو میکردیم. دیگه سخن از نور عظمت نیست. حالا ببینید روایت رو، یه نمونه از روایات اینجوریه که تو همین جا میگه یفصل نور و نام نور رب بنا که شعاع شمس رو نزد میفرماید کانه، امام باقر هم میفرماد، قال ابو جعفر علیه السلام کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود و هیچ چیز دیگه ای نبود، لا معلوم ولا مجهول، نه چیز معلوم بود و معین و مشخص، نه چیز مجهولی بود، خدا بود و خدا، هیچ چیزی در سر ابدا در سر ذات ربوبی نبود، رابطه خلقی نبود، معلومی نبود، خدا خاص آفرید نور اولو، نه معلومی بود نه مجهول. فاول و مبتدع من خلق خلقه، اول چیزی رو که خدای عزوجل اراده کرد بیافرینه، مبتدع شروع کنه چی بود؟ ان خلق محمدن و اهل بیته علیه السلام من نوره و عظمته، نه از ذاتش آفرید. خدای عزوجل اول چیزی رو که اسم میاره محمدن و اهل بیته علیه السلام، مشخص این خاندانی رو که کنار عرشش میخواد حالا قرار بده، از زیادی فاضل نور اونها عرش رو بیافرین، عرش مادی رو که رکن داره، رنگ داره، صورت داره، به خط نوری میخواد بنویسه کنارش، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، اونی که میخواد گردا گردش هم بگرده، حیز داشته باشه، مکان براش درست بکنه، این انوار رو از چی آفرید؟ من نورهی، یعنی از ذاتش. اونجا هنوز عرش هم خلق نشده، هنوز عرش رو میخواد آزمایش کنه، عرش رو بیافرینه، این انوار رو دور اون قرار بده، این انوار رو آفریده، من نورهی، از نورش کدوم؟ یعنی از ذاتش؟ نه، این کفره. بله، خدا نوری و ذات هست، اما تنزیه از تشبیه به همه خلق میشه. من نوری و عظمته، چرا میگه عظمتهی؟ چون عظمت در اون حقیقت آشکاره، نه از عظمت ذاتش، فعلشه. این به فرمایش امام معصوم ما داریم معنا کنیم، اول چیزی رو که آفرید چیز معلوم مجهولی نبود، و اول و مبتدا من خلق خلقه و ان خلق محمدن و اهل بیتی من نورهی و عظمته. بعد میفرماید، ادامه داره، و ماد که یفصل نور و نا، این ضمیر جمع آورده، یعنی مای معین، بله، ما رو آفرید، یفصل نور و نا من نور ربنا که شعاع شمس و نشست، ربنا نه ذات خدا، یعنی رو رب مربی ما بودون، اون خلق اون ربانیین هم که تو قرآن میفرماد، یعنی این تربیت کننده ما بود، بله، ما برای آزموده شدیم، اون پیمان بود، اون حقیقت ولایت ما بود، از اون عهد و پیمان رو از ما گرفت شدیم ما خلق نورانی. ما اون وقت اینجا مطلبی هست و اونه که این انوار مقدسه چون حقیقتشونه میتونن بگن ما اونیم، یا جابر اول ما خلق الله نور و نبی که، یا جا این درسته، بله حقیقت ماست، اینم که کلکم نورون واحد، باز هم درستشون تماما از نور عظمت و جلال خداوند. اون روایاتی هم که به صورت اینجور فهمید ما یه حقیقت بودیم، ازا ملائکه تو روایات داره، ملائکه وقتی اون رو دیدن گفتن
ما دیدیم که لهو اصل یه ریشه داره، یه اصل داره، مبدع داره. رضا میگه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، همه معنا داره. دونه دونه این فقرات اینا مثل زنجیر به هم گره خورده، فرمایشات معصومین از هم جدا نیست. با توجه به این معنا ما میگیم اون حقیقت، حقیقت نور ولایت حضرات معصومینه، کسی تحملش نداره. حالا بیاد ادعا کنه آقا ولایت در تکوین و تشریع بالاترین حرفی که میخواد برای پیغمبر اهل بیت بزنه، اهل بیت ولایت در تکوین و تشریع داره. آقا تکوینی بود، آقا تشریعی بود، خدای عزوجل به لطف و کرمشون اون آقایی، اسم اونو بذار آقایی، اون بزرگی، اون عظمت، اون جلالت، اون مسئله اعلا، اون مظهر جمال و جلال و کبریایی و صدفت خودش رو خدای عزوجل بزرگوار عطا کرده. هیچ مخلوقی هم تو کار نیست. آقا ما تقریبا 2 دقیقه یا شاید کمتر تا پایان برنامه فرصت نداریم. میخوام انشالله بحث رو یک جوری خلاصش بکنیم، جای مهمش رو میخوایم مطلب رو قطع کنیم. انشالله شبای بعد بهتران پرداخت. ولیکن عرض میکنم که اگر ما گفتیم این قابل اعتماد دیگری نیست، تکوین و تشریع، ولایت در تکوین و تشریع چیزی نیست، کونی نیست. اگه من فرمودن ما خزان علمیم، یعنی ما معین شده خازن اینیم، نه خازن ذات. اگه فرمودن که ما رحمت واسعه خداییم، رحمت موصول وصلیم، نه وصل به ذاتیم، نه به خلق پایین، پایین که این تنقیص اهل بیت علیهم السلامه، ما وصل به نور عظمت نور خدا رو که اولین خلقت که خدای عزوجل همه چی به اون داده. رضا در ویژگی ها میگه، میگه در روایتی که بعد از نماز امام هادی علیه السلام هست، تو اونجا فرماد اسم مخزون مکنون النور الکامل الحی القیوم، یعنی حیات کل شی به اونه، یک قیومه. یعنی چی؟ یعنی اون ولایت کلیه رو خدا به او داد و از مجرای او خدا به ما داده. رضا اگه گفتیم ارادت و رب، او اراده است، او خواست خداست. ارادت و رب فی مقادیر اموری تحبت و الیکم، به شما لازم میشه. تمام مقدرات الهی که سلسله مراتبش مشیت و اراده و قضا و قدر و اذن و عجل و کتاب باید مراحل طی کنه، طی میکنه، به ما داده میشه. بسیار عالی. حاجا خیلی ممنون و متشکرم. انشالله ما ادامه این بحث شیرین رو داشته باشیم جلسات بعد، تا بیشتر از این منبع آیات و روایات اهل بیت انشالله از زبان جناب عالی بهره مند باشیم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. انشالله شبهای آینده هم با ما همراه باشید تا در مورد معرفت اهل بیت و ولایت اهل بیت هر اونقدر که از روایات به ما رسیده انشالله بتونیم توشهی برداریم. باز من سفارش کنم این کلام شما بینندگان عزیز، اگه میخواییم بشناسیم حضرات معصومین، یه مقدار تأمل در ورق و دفتر یه مطالب نوشته بشه، ما مبحث ولایت اهل بیت رو بشناسیم. خیلی ممنون. خب تا دیداری بعد، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدار. کجا هستند؟ استفاده کرد. مهر تو ای حسین جان از دل کشد زبونه، مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه، هر میزنه شبونه. مولای من حسین جان، آقای من حسین جان، مولای من حسین جان.